سلام دوستان عزیز دکتر ارشی هستم امروز میخواستم براتون در رابطه با ناندرولون از شرکت مدیتک صحبت بکنم من هیچ گونه ادوکیتی ندارم برای اینکه شما استروید استفاده کنید یا نکنید یا اچ استفاده کنید من چنین چیزی رو ادورتایز نمی کنم ولی تو این چنل من یه سری از این بلک مارکت برندا رو آنالیز میکنم آزمایش میکنم توی آزمایشگاه و اطلاعاتش رو با شما شیر میکنم فقط برای برای این که به هر حال آشنا بشید با این مسئله اما اینم در نظر بگیرید که تمام چیزهایی که من تست میکنم خودشون کانترفیت دارن این شرکت های دیگه ای هستن که متریالی که درست میکنن توی باکسی میذارن که شبیه اون یکی شرکت باشه مثلا اگه میدیتیک بسیار طرفدار داره یه شرکت هندی میاد سعی میکنه اون چیز رو درست بکنه میذاره تو همون باکس ولی خب کلا استاندارد و گریدش فرق میکنه اگر تونستید مدیتک بگیرید و اون ناندرولونش ناندرولون از مدیتک بگیرید و آتن... آتنتیک بودش و واقعی باشه این ناندرولون بسیار ناندرولون خوبیه و این ناندرولون فرمولیشنش هم بسیار نزدیک فارماگراید یعنی اویلی که درش استفاده کردن نحوه که اینفیوز کردن اکتیو اینگریدینت یعنی اون استروید پاودر ناندرولون توی اول بسیار عالی و های, های لول هستش و این امپام بسیار امپای خوبی هستن اه... تقریبا شبیه فار نه به بخ... 80 درصد 80 درصد نزدیک به امپایی که در شرکت های فارما درست میکنن به هر حال البته بهتون بگم اون ناندرولونی که توی ایران ملت میرن میخرن از داروخانه اون سری از سرات جدا داره اون خودش خیلی چیز عالیه ولی اگر که در خارج هستید و اینو به دست دسترسی دارید چیز بدی نیست ولی خب به هر حال لطفاً برید خودتون بفرستید برای آزمایش و ببینید چطوره مطمئن باشید که زیاد لیکویدم نباشه بسیار چطوری بهتون بگم مثل آب نباشه که وقتی سراتر می میکنید همش بریز پایین بره بالا این اگر یه همچین چیزی باشه وقتی آمپول رو میگیرید اون احتمالا چیز قلابی دارن بهتون میدن بعد حالت اویل باشه حالت <coughs> وقتی سر می میکنید چسبندگی داشته باشه وقتی میاد به سمت پایین آمپول امیدوارم این ویدیو براتون خوب بوده باشه لطفا لایک و سابسکرایب کنید تا دفعه بعد